آیت الله بی بی سی. پوست جورنالیست امداد غیبی ولی فقیه ادعا معتبر حرفه‌ای بی طرف اما به شعبه سپاه شبیه میدین ارتجا و استعمار رمال حوزه دغلبازیه دشمن پا برهنه های آسی و خصم همیشه براندازیه. حضور جاوید رحمان در کنفرانس قتل عام 67 که روز شنبه 3 شهریور در مقر شورای ملی مقاومت ایران با حضور حقوقدانان و دیگر مدافعان برجسته حقوق بشر برگزار شد، واکنش شدید رژیم و وابستگانش و همچنین رسانه‌های فارسی زبان بیگانه از جمله آیت الله بی بی سی و ایران اینترنشنال را به دنبال داشت. این رسانه‌های اجنبی در یک اقدام هماهنگ با رژیم آخوندها به جاوید رحمان حمله کرده و دروغ‌هایی به او نسبت دادند. اما هدف اونها چی بود؟ آیا حملات و تهدیدات علیه جاوید رحمان برای بیارزش کردن آخرین گزارش او بود و نتیجه چه شد؟ گزارش جاوید رحمان از چه لحاظی اهمیت داره؟ اگر رژیم خواسته جاوید رحمان برای ورود به ایران رو میپذیرفت، گزارش او چگونه می بود؟ و جاوید رحمان در بیانیه خود به چه نکاتی اشاره داره؟ روز چهارشنبه در خدمت آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بودم تا به این موضوع بپردازیم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون آقای حبیبی گرامی، خیلی خوش آمدید به رادیوی ایراوا و ممنونم که برای یه گفتگوی دیگه دعوتم رو قبول کردید. منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و تشکر میکنم از زحماتتون و اینکه این فرصت ها رو فراهم میکنید برای اینکه ما هم بتونیم صحبت بکنیم، حرف بزنیم، چون زیاد چنین امکاناتی وجود نداره. ممنونم از تشکر از محبت شما. خواهش میکنم، وظیفه‌مون انجام میدیم. آقای حبیبی بحث امروز ما همچنان ادامه داره در رابطه با واکنش‌ها نسبت به هم گزارش جاوید رحمان و هم حملاتی که بهش شد و جایی که قرار گرفت. میخواستم با این سوال اول شروع کنیم که حملات رژیم و همدستانش از جمله رسانه‌های فارسی زبان بیگانه یا اجنبی از قبیل آیت الله بی بی سی و ایران اینترنشنال، اینا چرا و با چه هدفی علیه جاوید رحمان گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل انجام گرفت؟ و دقیقا سوالم این است که آیا این حمله برای بی‌اعتبار کردن گزارش انجام گرفته یا دلایل دیگری داره؟ ببین، این حمله قبل از هر چیز یه عکس العمل بود. به چی؟ یک اتفاق مهمی افتاده بود که خارج از انتظار بود برای هم رژیم و هم عوامل استعمار. خارج از انتظار بود براشون، اتفاق مهمی هم برای اولین بار در واقع چین اتفاق افتاده بود و این به نوعی اینا رو هم وحشت زده کرد، هم حیرت زده کرد و خلاصه به صورت شتاب زده‌ای به این عکس العمل رو آوردن و این رو میشه از نتایجش فهمید در واقع. چون خیلی بی‌پروا حمله کردن و روی 3 محور آیه رحمان رو مورد حمله قرار دادن که این هر 3 محور در واقع نشون از ناپختگی هم رژیم و هم رسانه‌های فارسی زبان که عوامل اجنبی و بیگانه هستن در واقع نشون میده که از هول علیم افتادن تو دیگ و بدتر شد، خیلی بدتر شد. یعنی کاری که کردن خیلی به ضررشون شد. این رو ما در روزهای بعدی دیدیم. من به نظرم اول شناخت این که این یک عکس العمل بود خیلی مهمه، چون به ما کمک میکنه که بریم ببینیم اون عمل چی بود. از این بابت من میگم یک عکس العمل بود. حالا عمل یعنی چه اتفاقی افتاده؟ بیشتر اینه که همون میخوام بدونم که عکس العمل به چی بوده. خب ببینید، اولا خود گزارشگر ویژه بسیار موضوع خاصیه. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای کشورهای مشخصی گزارشگر ویژه میذاره که مثلا کره شمالی هست یا ایران، کشوری که توش پایمال کردن و زیر پا گذاشتن حقوق بشر به صورت سیستماتیک بسیار هم مزمنه و هم خیلی مسئله روزمره و جاری هست.
و همین که به صورت ممتد هست. دیکتاتوری که در ایران حاکمه الان بیش از 4 دهه هست که مستمرن ابتدایی ترین حقوق اولیه انسانی رو نقض میکنه در ایران و بهای زیادی از مردم میگیره. برای همین سازمان ملل تصمیم گرفته که از حدود فکر میکنم از شاید 40 سال بشه، آقای گویلار اولیش بود اگه اشتباه نکنم، براشون گزارشگر ویژه گذاشتن. یعنی یک کسی که بره ببینه چه خبره تو این کشور، بره بگرده تحقیق کنه بگه چی کار میکنن با مردم، به میگن گزارشگر ویژه. خب این گزارشگرا اولا خب بازیایی که میکردن خیلی همچین در راستای مأموریتشون نبود، از اون آقای دوکویلار گرفته کاپیتور تمام اینا به نوعی نمیخواستن خیلی با رژیم درگیر بشن. اتفاقا این مسئله هم که گزارشگر برای اینکه گزارشش جامع و کامل باشه باید به محل مراجعه بکنه و در محل هم تحقیق بکنه، یکی از ویژگی‌های مسئله گزارشگر ویژه اینه دیگه، یعنی اعتبار میده به گزارشش. خب این رو رژیم به عنوان یه ابزار استفاده کرد از همون اول، به هر کسی که اجازه میداد بیاد داخل مثلا گالیندوپول به خاطر این بود که خب قبلش میدونست این دیگه خطری نداره، یعنی خیالش راحت بود، به انواع و اقسام هیل متوجه شده بود، مطمئن میشد که این گزارشگر براش خطری نداره، برای همین بهش اجازه میداد بیاد تو. خب حالا برای اولین بار آقای احمد شهید اشاره کرد به مقوله، شما ببینید قتل عام 67 خب 36 سال ازش گذشته، برای اولین بار آقای احمد شهید بعد از اون فراخوان خانم رجوی به یک دادخواهی جدی و فعال شدن یک تیم بسیار قوی از سازمان مجاهدین در راهروهای سازمان ملل هم در ژنو و هم در آمریکا، اولین نتیجهش این بود که احمد شهید به این مسئله ورود کرد. یعنی بعد از تقریبا میشه گفت بعد از 20 سال به این مسئله ورود کرد. 20 سال جهان سکوت کرد در مقابل قتل عام بیش از 30,000 نفر در چند ماه. بعد همینطور باز خب اونم خیلی پا نگرفت، یعنی اشاره شد ولی باز جلوتر نرفت، بسته بود راهش تا اینکه خانم عاصمه جهانگیر اومد. خانم عاصمه جهانگیر برای اولین بار این مسئله رو به صورت یکی از محورهای گزارشش مطرح کرد و این خیلی تحول بزرگی بود، جهشی بود بی سابقه، که البته شما خودتونم میدید خانم جهانگیر دوران گزارشگریش 2 سال بیشتر طول نکشید، به صورت غیر منتظری در یک سفر به پاکستان، چون زاده پاکستان بود، اونجا در یک تابستونی گفتن که فوت کرده، اصلا یه چیز خیلی عجیبی هم ایشون فوتش. بعد تا اینکه آقای رحمان اومد، آقای جاوید رحمان ابتداعا به این صورت وارد این مقوله قتل عام 67 نشد. شما اگر به سالهای اول گزارشات و کاراش برید ببینید خیلی به این مقوله نپرداخت، ولی در اثر مرور زمان و ملاقات خانواده های بازماندگان، من کلمه قربانی رو دوست ندارم، خانواده های قهرمانان سربدار سال 67 و بازماندگان آن قهرمانان و شرح وقایع و فهم عمق جنایت و اینکه به لحاظ حقوقی شکاف هایی وجود داره که کار حقوق بشر رو به طور جدی زیر سوال میبره، مثلا مسئله استمرار. ببینید اون نقض حقوق بشر که در سال 67 شد هنوز استمرار داره. به چه دلیل؟ به 3 دلیل. یکی این که رژیم هیچ وقت نیامد بگید که چقدر کشته یا کشته یا اصلا کشته، یعنی همچنان مخفی کرد قتل عام رو. یعنی هیچ وقت رژیم جدی و رسمی سر قتل عام 67 هیچ کجا هیچ حرفی نزد. گزارشات رسانه‌ای هست ولی گزارش برخورد رسمی نکرده، یعنی انگار که جنایت همچنان ادامه داره، انگار که هیچ وقت تموم نشده، همین الان هم ادامه داره. دوم به خاطر تلاش مستمر برای از بین بردن آثار این جنایت، یعنی از بین بردن مزارها، و سوم این که هیچ وقت حاضر نشده اسامی اون افراد رو و اینکه کجا هستن، یعنی اطلاعات مربوط به آن سربداران قهرمان رو پنهون کرده، تا همین امروز هم پنهون کرده. بالاخره یه جایی تو دفتر یک آخوندی یه لیستی هست که تو این لیست بیش از 30,000 تا اسم هست و یک سری اطلاعات هست سر این
که اینا رو کجاها بردن، چطوری خاک کردن. خب اینا همش پنهانه الان. در نتیجه این جنایت همچنان ادامه داره از نظر حقوقی و حقوق بین الملل. جاوید رحمان روی این توجه خیلی بیشتری کرد و به این دلیل هم هست که این گزارش خیلی مهمه، چون حاصل بیش از 30 سال تلاش تیم‌های زیادی از فعالان سازمان مجاهدین و در این حال همزمان حاصل ده‌ها و شاید صدها اکسیون اجتماعی هست، اکسیونی که در سراسر کشورهای جهان برگزار شد، شما خودتون هم حتما داشتید و دیدید که در اونها عکس معدود، اونقدر عکس که وجود داره از این قهرمانان رو به نمایش میذارن و سعی میکنن که نذارن که اطلاعاتش گم بشه. این نمایشگاه ها مستمرن در سر تا سر جهان برگزار شد طی این 20 سال اخیر. حاصل همه اینا شد این گزارش. از این بابت این گزارش بسیار مهمه. خب دو بخش میتونست داشته باشه، میتونست جنایت علیه بشریت باشه و میتونست نسل کشی باشه، که خب اون رو نپذیرفتن، بران هنوزم اون محور نسل کشی پذیرفته نشده، ولی به عنوان جنایت و کشتار جمعی، یعنی نسل کشی و جنایت علیه بشریت، هنوز وارد گزارشات نشده به عنوان محور اصلی، چون در صورت دیگه دولت ها همه مسئولن، همه باید بیان و به دادگاهی لایحه کشیده میشه، ولی جنایت و کشتار جمعی پذیرفته شده هست به عنوان یک اکت انجام شده در سال 67. این از این بابت این گزارش الان یعنی وارد مرحله ای شده که میشه گفتش که درهای بسیار زیادی به روش باز میشه برای قدم های بعدی. از این بابت مهمه و بخش زیادی از این که رژیم به این ترتیب هول شد و افتاد خلاصه توی دیگ از این بود که چنین گزارشی در این فضایی که شما دیدید خودش رو در واقع علنی کرد، منتشر شد. آقای حبیبی، فکر میکنین اگر که رژیم به درخواست جاوید رحمان گوش داده بود و ایشون رو اجازه داده بود که بره توی ایران و تحقیقاتش رو انجام بده، خروجی کارش فکر میکنین چگونه میبود؟ ببینین، جاوید رحمان خیلی زود برای رژیم مشخص شد که این آدمی نیست که بشه خریدش. چرا؟ چون همون موقع جاوید رحمان درخواست داده بود که بره، چون باید درخواست بده، جزء وظایفش هست به عنوان گزارشگر که تلاش کنه بره در محل. ولی هم جاوید رحمان و هم رژیم میدونستن که همچین چیزی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون جاوید رحمان تو اون نقطه دیگه به نقطه ای از اشراف رسیده بود که مسئله قتل عام 67 رو دیگه مطرح کرده بود، چه گاهن در علن و چه در گزارشاتی که بود توی ملاقاتاش، کارهایی که میکرد. رژیم فهمید که این دیگه تو مقطعی که این جاوید رحمان داره این گزارش رو دنبال میکنه، دیگه تشت رسواییش از سر بام افتاده، دیگه قتل عام 67 رو نمیتونه قایم کنه. چرا؟ چون جاوید رحمان داشت کار میکرد روش. طبیعی بود که رژیم نمیپذیرفتش، بدیهی بود براش. در چه به نظر من تأثیری روی کار جاوید رحمان نداشت، چون تصمیمش رو قبل از اینکه چنین تقاضایی بکنه یا همچین درخواستی داشته باشه که بره در خاک ایران، تصمیمش رو در پیگیری قتل عام 67 گرفته بود، به گواهی کارهایی که تو مقاطع کرد، ملاقاتایی که با خانواده ها داشت و خیلی از کارهای دیگه، حاکی از این بود که جاوید رحمان در واقع اردوی خودش رو انتخاب کرده، یعنی اردوی حقوق بشر، حقوق مردم. بله. و این به نظر من تأثیری نداشت روش، نمیذاشت. درسته. خب شرکت ایشون توی کنفرانسی که خانم رجوی سخنران اصلیش بود و حقوقدانان و نمیشه گفت گزارشگر، ولی مدافعان حقوق بشر برجسته توی اون کنفرانس برها شرکت داشتن و حملات به جاوید رحمان شروع شد. البته حملات، خب فکر میکنم دیگه همه الان بدونن که رژیم چی کار کرد، رسانه ها چی کار کردن. من سوالم اینه آقای حبیبی که این حملات و تهدید و ارعاب علیه آقای جاوید رحمان چه نتیجه ای به همراه داشت؟ من یه نکته سر این جلسه بگم. ببینید، حتما. خود این جلسه همینطوری میخوام بگم خلق و سایه نبود. قانونمند حضور آقای جاوید رحمان در این جلسه کاملا قانونمند، قانونمندی که من پیش از این هم گفتم، همون قانونمندی که دادگاه نوری رو، یعنی دادستان و قاضی دادگاه نوری رو به این نتیجه رسون که باید بلند شه بره آلبانی. درسته. حالا این قانونمندی چی بود؟ ببینید، به این قاضی و به اون دادستان گفته بودن آقا برو ببینید این نوری چی کار کرده، آیا آدم کشته نکشته، اصلا کشته شده کسی، با
کشته نه، موضوع دادگاه نوری این بود دیگه، و اینکه این آدم تو این کشتارها چه نقشی داشته، اصلا کشتاری بوده و اگر کشتار بوده چه نقشی بوده. بعد مبتکر این دادگاه خب سازمان مجاهدین نبود، یعنی این دادگاه با یک برنامه پیچیده‌ای توطئه چند وچی به قول اون مزدور تشنه بخون، معروف به تشنه بخون، چون واقعا ویژگیش اینه، ایرج مصداقی منظورتونه؟ بله بله، کسی که اساسا از اولین ساعات دستگیریش شروع کرده به اینکه خون افراد رو بریزه به کمک پاسداران، لوشون داده، دستگیرشون کرده. همین آدم با رژیم و با سرویس های متفاوت یک توطئه‌ای کرده بودن که میخواستن که همین جنبش دادخواهی رو از دست مردم و از دست مقاومت در بیارن. یعنی ببینیم ما با رژیمی سرکار داریم که آدم میکشه، کشتار جمعی میکنه، بعدش هم یه مزدوری رو روانه میکنه با یک سری آدم دیگه که اونایی هم که اومدن تو خواهش کشور میخوان دادخواهی کنن، دادخواهی رو از دستشون در بیاره، دادخواهی رو بندازه به اصطلاح توی چنگال کسانی که برای خودش کار میکنن. ما با این رژیم سرکار داریم. خب تو اون داستان قاضی و دادستان اینا که خیلی همچین کاری به مجاهدین نداشتن یا اصلا با مجاهدین نزدیکی نداشتن، یعنی نمیشناختن مجاهدین رو، که متا وقتی که شروع کردن اتفاقا از همین مزدورا و اینا هم شروع کردن، ولی اینا هم که نمیتونستن چیزی غیر از این بگم که آقا بیش از 90% کسایی که قتل عام در اون قتل عام کشته شدن مجاهد بودن و فقط به این خاطر که گفتن ما مجاهدیم، نه حتی به خاطر فعالیت‌های سیاسیشون، فقط به خاطر که گفتن ما مجاهدیم کشته شدن، تناب دار به گردنشون افتاد. یعنی اون قاضی بهش نمیگفت تو چی کار کردی، کجاها بودی، فعالیتت چی بوده، هیچ چیزی، هیچ جرمی به جز مجاهد بودن نداشتن اینا. خب این رو که نمیشد پنهون بکنیم، اون مزدورا هم که اومده بودن مجبور بودن که این رو بگن، چون واقعیت بود. و خب قاضی و دادستان گفتن اگه اینجوریه خب ما پای بلنشیم ببینیم مجاهدین کیان. بعد سوال کردن که خب آقا مجاهدین هستن تو آلبانی هن. بعد فهمیدن که یه سری از اونایی هم که زنده موندن و تو صحنه ها زنده بودن توی آلبانی هن. و در واقع قاضی فهمید که اگه میخواد بفهمه که این نوری کسی رو کشته یا نکشته یا چقدر کشته، باید بلندشو بره آلبانی، این قانونمنده، باید بلندشو بره پیش مجاهدی. همین قانونمندی در رابطه با گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با قتل عام 67 عمل کرد. آقای جاوید رحمان یه گزارشگر ویژه است، مستقله، به هیچ کس وابستگی نداره، پولم از کسی نمیگیره، اینا آدم های خاصی هستن و گذشته و آینده زندگیشون نشون میده آدم هستن که به مقوله حقوق بشر توجه زیادی دارن، آرمان حقوق بشر براشون مهمه، مثل آقای بومترا. خیلی هاشون برحال از این منظر هستش، اگه نه به اصطلاح کسی به اینا حقوق نمیده بابت این کاری که میکنن. درست. و حقوق بگیره هیچ کس نیستن. خب ایشون اومده بعد نگاه کرد که آقا هر جا میره میگن مجاهدین، بعد رفته 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 تهش رسیده به جلسه ای که در مرکز شورای ملی مقاومت در پاریس، در جایی که مجاهدین به عنوان محور اصلی شورای ملی مقاومت حضور دارن و خانم رجوی به عنوان پرزیدنت الکس یعنی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت حضور داره. این قانونمنده، غیر از این جایی نمیتونست باشه. من از خودم و از دیگران سوال میکنم، ایشون اگه میخواست راجع به گزارش قتل عام 67 گزارش بده کجا باید بلند میشد میرفت غیر از اینجا؟ کجا؟ یه مثلا محل بگید در این شهر، تو این دفتر، توی پیش این آقا یا پیش این خانم. یعنی هیچ نقطه دیگه ای نیستش که گزارشگر ویژه بخواد بلند شه بره نتیجه گزارش شده در رابطه با قتل عام 67 ارائه بده و این قانونمنده. خب اونجا البته به دلیلی که جلسه و اون نشست کارش بررسی همین مقوله دادخواهی هست، همه کسانی که در رابطه با دادخواهی قتل عام 67 سالهای گذشته کار کردن، موضوع تحقیقشون بوده یا تخصصشون این بوده، اکثرشون اونجا بودند. یعنی این گزارش در برابر افرادی که متخصص هستند ارائه شد در مقابل آدمایی که کارشون اینه، و البته خانم رجوی به عنوان دادخواه اصلی و دادخواه اول. و خب این چیزی بودش که همه رو هم حیرت زده کرد و همین که نمیفهمیدن چرا، یعنی این قانونمندی رو نمیفهمیدن و هم براشون بسیار سخت بود که اینطوری این خون داره در واقع راه خودش رو طی میکنه و به نقطه‌ای داره وصل میشه که از توش سرنگونی این رژیم تقویت میشه
آن چیزی که رژیم رو به وحشت انداخت این بود که در مسیر سرنگونی یک خون تازه‌ای به جنبش مقاومت تزریق شد. سرنگونی در چشمانداز قرار گرفت و اون چیزی بود که رژیم رو وحشت زده کرد. همه عکس العملش هم ناشی از این. آیا نتیجه داشت این عکس العمل های منفی؟ بله، نتیجهش اینه که ببینید بالاخره اگه رژیم 36 ساله که میخواد اینو قایم کنه، پنهان کنه، چرا این کارو میکنه؟ چرا 36 ساله که نمیخواد کسی بفهمه که چه کرده با بچه ها و با فرزندان مردم ایران، با قهرمانان این آب و خاک؟ برای اینکه میدونه اگر همچی چیزی در ابعاد گسترده اجتماعی شناخته بشه، حاصلش اینه که مردم میفهمن که چه کسی قهرمان واقعی اوناست، چه کسی به خاطرشون تناب برگردن و تناب رو بوسه زده و بعد چارپای ایستاده. حاصلش اینه که ما به ازای این چکست، یعنی کلمه مجاهد خلق که به خاطرش اون خونها ریخته شده، چون هویتش برجسته میشه، میشه مجاهد، در نتیجه هویت، و چون ما به ازای داره، این همین امروز در جامعه ما آدمهایی هستن که با همین هویت دارن فعالیت میکنن، دارن مقاومت میکنن و تعدادشون هم روز به روز بیشتر میشه و خیلی از جوانان هستن که میخوان ببینن چه بکنند، دنبال چه راهی برن، به کدوم هویت بپیوندن تا این رژیم رو به زمین بزنن و دستش خلاص بشن. این تابلوه. تابلو یعنی چی؟ تابلوی نقش مسیر رو نشون میده، یعنی تابلوی راهنماییه. به مردم میگه آقا اگه میخواید با آخوندا بجنگید، این از این مسیر برید، از مسیری که مجاهدین رفتن، این خونها به خاطرش ریخته شده، کسی نیامده بوده دنبال فاند گرفتن، کسی نیامده بوده این که بیاد تو تلویزیون تحلیلگر بشه، مشهور بشه، کسی نیامده بوده که همین کاری که الان میکنه تو خارج کشور به عنوان به اصطلاح مخالف، به عنوان همه اینا میسوزه، نقش براب میشه، همه مردم میفهمن مخالف کسیه که جایش لازم باشه میره رو چارپایه با میسته، تناب دار رو بوسه میزنه و برگردنش میندازه. مردم رو راهنمایی میکنه، این دادخواهی مردم رو راهنمایی میکنه، جنبش دادخواهی. نتیجهش اینه، برای همین هم اینقدر رژیم میترسه ازش و پنهانش میکنه. تا همین امروز هم با تمام قوا پنهون کرده، آثارش رو پنهون کرده، اطلاعاتش رو پنهون کرده، مزارها رو پنهون کرده، آدمهایی که از این بابت کاری کردن به لحاظ بین‌المللی مثل خانم مریم اکبری منفرد، بردتش تو زندان بیش از 16 ساله نمیذاره بیاد بیرون، چون میدونه که آدم مؤثری اگه بیاد بیرون. این نتیجهشه، نتیجهش باز شدن چشم مردم به اینکه چه کسانی واقعا میتونن این رژیم رو بزنن و میخوان این رژیم رو بزنن زمین. اون سوز و گدازای تلویزیون های اجنبی نشان، اجنبی ایران تنشنال و بی بی سی و کسانی که مزدوران و جیرخاران اجنبی هستن به عنوان مجری تلویزیون، تحلیلگر توی این رسانه ها، اونا هم از همین میترسن، چون دکونشون تخته میشه، چون راه برای مردم روشن میشه. بله، یعنی منظورتون اینه که حملاتی که این دوتا رسانه به طور مشخص کردن با گزارش هایی که گفتن واکنش منفی در جامعه به وجود آورده و نمیدونم توهین به شعور مردم بوده که جاوید رحمان خانم رجوی رو رئیس جمهور منتخب خطاب کرده بهانه بوده، منظورتون است؟ میخوان لوس کنن، میخوان فریب بدن مردم با همون کلکایی که رژیم همیشه زده. رژیم همیشه میگه آقا اینا که میان توی این مسئله دادخواهی شرکت میکنن یا از مجاهدین حمایت میکنن یا تو برنامه اینا پول میگیرن، توش صداقت نیست. یعنی وقتی میگه اونا پول میگیرن، معنیش اینه که اینا به این حرفا معتقد نیستن، یعنی که این حرفا واقعی نیست، یعنی کسی قتل عام نشده، اینه دیگه، معنیش اینه، یعنی واقعیتی به اسم قتل عام وجود نداره. اینی هم که اومده گفته پول گرفته، پس اینا کارشون اینه که تردید ایجاد کنن تو ذهن مردم. ببینید یه گزارشگری اومده نشسته گزارش داده، اینجوری شده، گزارش هم همه اومدن فلان دیدن، حالا اینا میخوان به مردم بگن نه باور نکنید این پول گرفته، باور نکنید این چه گفت رئیس جمهور برگزیده، رئیس جمهور برگزیده نگفت، گفت رئیس جمهور مردم. اینا میخوان این خانم رجوی رو بیارن به شما تحمیل کنن، میخواد توی ذهن مردم، نه که مردم نسبت به این مسئله حساسن، مردم نمیخوان همینطوری کسی بیاد بشه رئیس جمهورشون یا رهبرشون، معلومه که دیگه نمیخوان، هیچ کس رو نمیخوان، میخوان خودشو انتخاب کنن، میخوان بگن ببینید مردم
حق انتخابتون رو گرفتن. ببینید مردم پول گرفتن و دروغ گفتن، میخوان تو ذهن مردم تردید ایجاد کنن، چون کسی حرف اینا رو که باور نمیکنه که، ولی تو ذهنش تردید ایجاد میشه. همین تردیده کافیه که اون جوانایی بودن که میخواستن بیان بپیوندن، این چراغ راهنمایی رو میدیدن، این مشعل رو میدیدن، میخواستن بیان به این سمت، دچار تردید بشن نیان. از هزار تا 5 تاشون هم که شده نیان، 100 تاشون هم که شده نیان، میخوان مسیر رو قلابی نشون بدن. این بوده هدفشون. سمت خانم رجبی دقیقا چیه آقای حبیبی؟ ببینید خانم رجبی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت. یعنی چی؟ یعنی شورای ملی مقاومت که یک نهاد مشخصیه، یک سری آدم عضو بشن و یک برنامه مشخصی داره و یک کار مشخصی هم داره که مسئولیت و مأموریت مشخصی داره، چه در دوران مقاومت چه در دوران بعد از مقاومت، یعنی دوران سرنگونی. این شورا میگه من میخوام یک چهره ارائه بدم به جهانیان، مسئله ازم حل میکنه، میخوام چهره سیاسی سر از خودم نشون بدم. اومده گفته این چهره سیاسی ویژگیاش چیه؟ اولا شاه نیست، شاخص یک جمهوریه، یعنی یک رئیس جمهوره، درسته؟ یعنی من یک نظامی رو که جمهوری باشه میخوام پیشنهاد بکنم به مردم، و در این نظام کسی رو که به عنوان شاخصش و چهرش دارم معرفی میکنم به جهانیان، این خانم مریم رجویه. خانم مریم رجوی در واقع شناسنامه سیاسی آلترناتیوه، اینه چهره بیرونی آلترناتیوه. از چه بابت این چهره نیاز هست؟ هر جریانی، هر حزبی، هر بیزنسی وقتی میخواد به بیرون معرفی بشه باید مارش و آرم مشخص داشته باشه. این قانونمندی حاکم بر جامعه است. خب این گزارش از جهات مختلفی اهمیت داره و میخوام بدونم که آیا این گزارش به غیر از این که فقط گزارش داده در رابطه با قتلایی که صورت گرفته 60 61 و قتل عام 67، آیا راه حلی هم ارائه داده برای که چه باید کرد؟ و همینطور شما هم اشاره کردید به دادگاه حمید نوری، میخواستم بدونم آیا تأثیری داشته روی آقای جاوید رحمان که گزارش این چنینی بخواد ارائه بده؟ ببینید راه حل در خود همین گزارشه. نفس این که چنین گزارش اومده بیرون در خودش یک گشایش و یک راه حلی در مقوله دادخواهی ایجاد کرده. شما نگاه کنید حمید نوری اومد اینجا محاکمه شد، بچه هم بردنش و الان هم منویز کجاست؟ گم شده. بله گم شده. خب اصلا مهم نیست. آنچه چه مهمه اینه که دادگاهی در خارج از مرزهای ایران یک سری آدم به مدت بیش از 2 سال نشستن سر یک قتل عامی که قربانیش یک مردمی در جهان سوم اون ور دنیا که کسی نمیخواد ببیند شد، کسی اصلا تو این دنیا به این چیزا اصلا اهمیت نمیدن. یعنی دنیا قایم میکنه این چیزا رو. ببینین این دادگاه یعنی درآوردن خاکای زیر فرش. از این بابله حالا که این خاکو از زیر فرش ما درآوردیم، حالا چی شد؟ پا گذاشتن روش، دوباره جمعش کردیم، ایناش مهم نیست. مهم اینه که یک اتفاقی افتاد که در جهان مرسوم نیست. در جهان مرسوم نیست که برن جنایتکارا رو بیارن، جنایتکاری که تو جهان سوم بوده. اصلا مهم نیستن این کشور، اصلا مهم نیست این کشور، فقط نفت و گازشون مهمن. بله. مگه تمیل ها رو کشتن؟ بیش از 100,000 نفر رو کشتن ظرف چند هفته یا یک چند ماه. اصلا مگه کسی میفهم؟ اصلا نمیدونن، مردم دنیا نمیدونن، سیاسی ها هم نمیدونن خیلی هاشون که چه اتفاقی افتاده، آدم هایی که کارشون سیاسته. اینطوریه. ببینی نفس دادگاه بود که پیروزی بود. پیروزی همین بود که دادگاه برگزار شد. پیروزی همین بود که قاضی و دادستان و دادگاه و کشور و همه چیز رفتن موضوع کارشون شد این. این که قتل عام 67 بشه موضوع گزارشه گزارشگر ویژه، این پیروزیه. خیلی طول کشید تا ما به اینجا برسیم. 36 سال طول کشید تا به اینجا برسیم. مگه قتل عام 67 نمیشد همون اول گالیندوپور بگه تو گزارشش؟ چرا نگفت؟ آیا قتل عامی نبوده؟ بالاخره قتل عامی بود سال 67 یا نبود؟ بالاخره واقعا 30,000 تا آدم کشته شدن یا نشدن؟ اگه کشته شدن مگه گالیندوپور
پل نرفت تهران همون موقع. ام. خانواده من بلنشان رفتن پیشش، کتکشون زدن نذاشتن حتی نزدیک اون خیابون رد شن. گفت گایندوپا رو از دور دیدیم، هرچی داد زدیم اصلا نگاهمون نکرد. پدرم گفت، خدا رحمتش کنه، اینه 36 سال پیش تا به حال جهان قایم کرده بود اینو. مهم اینه که دیگه جهان نمیتونه قایم کنه، نتونست. ما از تو جیب جهان در آوردیم این حقیقت رو، از تو جیب بغلش. این همون گام مهمیه که برداشته شده. دیگه بقیهش دیگه کاره، دیگه کاریه که روی میز ماست، گامهای بعدیشه. تا الان اصلا میگفتن نه نیست، کجا بوده، قتل عام چیه، شاید، باید، اصلا معلوم نیست. مصداق اومد گفت نه 4000 تا بودن، بعدش هم اصلا مال جنگ بودن، اصلا اینجوری نبوده، اینا از جنگ اومده بودن، اصلا اینا منافق بودن، از صدامیان اومده بودن. اینه، از اونجا ما به اینجا رسیدیم. پیروزی یعنی این. و دیگه هر کسی اینو نمیگه، رژیم هم که اصلا اسم گوهردشت رو تغییر داد به رجای شهر و بسیار اصلا از این رسانه زندانشو ها داره، بله دقیقاً زندانشو داره، زندانشو داره پاک پاک کرد، بس که تعطیل کرد، داره تعطیلش جمع کرده میکنه که الان، ولی تعطیل. بله قبل از اون شروع کرد اسم رو، اول اسمش رو عوض کرد و این بله رسانه ها بله هم همه از زندان گوهردشت به عنوان رجای شهر نام میبرن که من خودم شخصا خیلی ناراحت میشم وقتی این کارو میکنن، چون خیلی کمک خیلی بزرگی کردن یا میخواستن بکنن به رژیم. همین کارا که شما میفرمایید الان، همین که اسما رو عوض میکنه، این یعنی استمرار جنایت. هنوزم ادامه داره. الان همین الان هم رژیم داره جنایت رو قایم میکنه. قایم کردن جنایت خودش یه جرمه. میدونین جنایت خودش جرمه، مشارکت در جنایت جرمه، قایم کردنش هم جرمه. برای که ساده باشه میگم، فرض کنید دور از جون، فرض کنید شما دارید تو خیابون رد میشید، یکی یکی رو میزنه میکشه، درسته؟ شما خدای نکرده وقت خود من هر کسی میره، اونم یه سنگ میزنه، میگه مشارکت در جنایت، درسته؟ حالا یکی این کارو نمیکنه، رد میشه، میبینه اون دو تا آدم هم میشناسه، میره تو خونه، چی نمیگه. به این میگن پنهان کردن جنایت، اینم جرمه. یعنی هم اون که آدم کشته مجرمه، اونی که بهش کمک کرده مجرمه، حتی میگن اونی که نرفته کمک بکنه به کسی که در خطر بوده، اینم یه جرمه دیگه. میدونی که بله، شاهد شاهد وقتی اطلاع نده تقریبا اون جرمه، دیتی کانادا که جرمه میدونن. نه نه جرمه، ببینید بله وقتی شما یه جرمی رو، یک جنایتی رو در جریانش هستید و پنهون میکنید، همین الان همه آدمان که در ایران در حاکمیت هستن مجرمند، به دلیل اینکه یه جرمی دارن پنهون میکنن. یعنی موسوی، خاتمی، نمیدونم همین مسیح علی نجات که توی تلویزیون آمریکا نشسته، اینا به عنوان شریک جرم باید محاکمه بشن، برای اینکه یه جرمی رو میدونن، خبر دارن از این قتل عام و اخبارش رو پنهون میکنن. کی مجرم نیست؟ آقای منتظری. چرا؟ چون اومد یه نوار پر کرد منتشر کرد، ایشون دیگه مجرم نیست. ببینید من ریز کردم که ببینید پنهان کردن اخبار آن قتل عام جرمه. همینا که الان تو تلویزیون هستن، توی این اینترنشنال، همون قاسم شعله سعدی خودش یکی از کسایی بوده که توی جنایت ها آدم کشته، تو مشهد دادستان بوده. اینا اطلاعات مشخص دارن و اطلاعاتشون رو پنهون میکنن. چون اطلاعاتشون پنهون میکنن مجرمن و باید محاکمه بشن. بله از قبل الان دادخواهی بسیار میخورن آقای حبیبی، بله بله اومدن متاسفانه. قاتلا، جانیا، آدم کشا، مجرما همه شون اومدن نشستن توی قسمت دادخواها، تو قسمت شاکی ها نشستن تو دادگاه. الان یه دادگاهی داریم، یه دادگاه جهانی، که یه مش آدم کش و جانی و که خودشون توی قاطی این جنایت ها بودن، اومدن نشستن کنار خانواده های قربانی ها، رو صندلی ها کنار اونا نشستن، هی دست میکشن رو صندلیشون، میگن گریه نکن، اشکال نداره، خودشون قاتلن، میدونن، اطلاعات خودشون دارن، ولی اومدن نشستن کنار، شدن دادخواه. مثل مثلا شاخصشون مصداقیه. آقای حبیبی من نمیخوام زیاد وارد بحثای شخصی بشم، ولی به هر حال مثلا مسیح علی نجات خب یک فرد دیگه نیست، یک وجهه اجتماعی داره و به هر حال یک فرد پابلیک هست به قول انگلیسی بله زبان ها. بله خب بله دقیقا. ایشون مثلا گزارش جاوید رحمان که منتشر شد، اصلا توی صفحه اینستاگرامش که من چک کردم
اصلا هیچ خبری از این واقعی بسیار بزرگ و بسیار مهم اصلا نیاورده تو این فیلم. کنید خیلی های دیگه هم دیدم که اصلا اشاره نکرده بودن به این فیلم. کنید دلیلش چیه؟ اصلا کی آورد؟ شما کسایی که اسم آوردن اسم ببرید، من که ندیدم. همه اینایی که الان جلوی صحنه دادگاه رفتن تو صف اول دادخواهی نشستن، هیچ کدومشون نه اون کسای دیگه که اصلا نون دادخواهی رو میخورن، میگن زن بچه من کشته شده تو فلان هواپیما، من دادخواهم. هیچ کسی چی نگفت. برای اینکه گزارشگر ویژه برای اولین بار حرف اون ردیف پشتی ها رو میزد، حرف خانواده قربانیان رو میزد، نه این که این جلو اینا که جلوی صحنه رو گرفتن به عنوان دادخواه نشستن، دادخواهی قلابی. اصلا نگران ترین اونا همین آدمای ساکتن. آدمای ساکت باهوشتر از رژیم بودن، ترجیح دادن هیچی نگن چون میدونستن هرچی بگن بدتره. اتفاقا اینا خودشون جدیترین دشمنان دادخواهی و گزارش کردن. اینا جدیتر از بقیه دشمنن، منتها حواسشون جمعه. سکوت حاصل حواس جمعیشونه، نه اینکه خبر رو ندیده باشن. نه حتما که دیدن، من مطمئنم دیدن، ولی بله آمدانه از بله بله چون اینا اولین چیزایی هستن که دکونشون تخریب میشه. بعد اون وقت از تو صف جلوی دادخواهی بلندشن برن بشینن اون طرف تو صف متهمین مجرمین، اونجا باید با صفشون باید عوض شه. اینا هم نگرانن که داره صفشون عوض بشه، دستشون داره رو میشه. آقای بله حبیبی، شاید بعضی بپرسند که چرا مجاهدین اینقدر گیر میدن به این رسانه ها. یه بار شکایت میکنن که مثلا رسانه ها برنامهاشون رو سانسور میکنن، خبرش رو نمیدن. حالا هم که به هر حال به طور مشخص منظورم این کنفرانسی است که در سوم شهریور برگزار شد، آقای جاوید رحمان شرکت کرده بود. خب این برنامه به هر حال تو رسانه ها منعکس شد، هم کنفرانس که چی بود، چه کسی بود، خانم رجبی بود. باز هم این هواداران مجاهدین شکایت دارن. شاید بپرسن مجاهدین رو چگونه میشه راضی نگه داشت. آقای حبیبی، خیلی ساده است. ببینی میگن که ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان. مجاهدین، هواداره مجاهدین هرگز از هیچ رسانه‌ای نخواستن که کاراشون رو انعکاس بدن. مجاهدین که اصلا خودشون میگن ما رسانه خودمون رو داریم، نیازمند هیچ کس هم نیستیم. خیلی هم قاطعانه میگن تنها رسانه‌ای که ملیه و به هیچ قدرتی وابسته نیست و از هیچ قدرتی هم فرمان نمیگیره رسانه ماست. اون که پیام شعار اصلیشونه. کاملا هم راست میگن، کاملا راست میگه. نفس برخوردشون با وقایع بین المللی نشون بودی که از هیچ قدرت بین المللی دستور نمیگیرن. حالا این یه نکته. مجاهدین اصلا نه هواداراشون نه هیچیشون به طور مستقل نمیگن آقا چرا وقتی ما تظاهرات گذاشتیم یا فلان کاری کردیم از ما گزارش نذاشتیم. جاهای شکایت میکنن که میان کاراشون رو مردمال میکنن، تظاهراتاشون رو مردمال میکنن، یا میان مثلا یه جایی 5 تا 10 تا 20 تا گروه واسدن، جمع اون 20 تا گروه 19 تاشون که جمع کنی یک صدم این یه گروهی که اینا هستن نیستن. رسانه ها میان اون 20 تا گروه رو نشون میدن، اینا رو نشون نمیدن. بعد مدعی آزادی و بیطرفی هم هستن، میگن شما بیطرف نیستید، سانسورچی هستید. نمیگن چرا ما رو نشون نمیدی، میگن آقا تو اومدی تو میدون، همه بودن، ما هم بودیم، ما هم 10 برابر همه رو هم جمع بزنیم، ما 10 برابر همه بودیم. تو حتی سر دوربین تو به این بر نگردوندی، صدای ما داشت میمد گزارشاتت، صدای شعارای ما، ولی تو فقط شاهولایی رو نشون دادی. پس تو بیطرف نیستی، تو رسانه هستی که بلنگوی شاهولایی هستی یا بلنگوی فلان دستگاهی هستی که تهش رژیمه، همه هم میدونن امروز دیگه فهمیدن دیگه. منظوری که کسی نمیگه چرا اما حرف نمیزنیم، میگن چرا مدعی آزاد بودن هستید ولی ماها رو در واقع سانسور میکنید. کجا سانسور میکنید؟ جایی که همه دیگران رو هول میدید جلو، جایی که ما هم هستیم. نگفتن چرا نیومدید مثلا توی اوبر از برنامه ما گزارش نشون بدید. اصلا همچی چیزی نمیگن، اصلا دنبالش هم نیستن. میگن آقا شما مدعی آزادی هستید، بی‌طرفی هستید، چند ده هزار ایرانی تو برلین جمع شدن، شما یه خط ننوشتید یا نگفتید، پس نگید دیگه بی‌طرفی. درست. خب آقای جاوید رحمان یک بیانیه دادن بعد از حملاتی که از طرف رژیم و همدستانش و این رسانه ها انجام گرفت.
اگه بخواین این بیانیه رو به طور خلاصه بر ما توضیح بدید، ایشون به چه نکاتی اشاره داشتن آقای حبیبی؟ بیانیه سه تا محور رو در واقع چیز کرد. اول از همه تو محور اولش گفتش که ببینید، من از هیچ کس پول نگرفتم و یه گزارشی راجع به این داد که در واقع موضوع کارش و نوع کارش اینا چیه، برای اینکه یه گزارشی داده باشه از واقعیت اینکه چطوری گزارشگر گزارش تهیه می‌کنه، یعنی شاید به این از این موضوع که همه رو مطلع کنی. دوم اومد تاکید کرد روی اینکه آنچه که اینها رو ترسونده و عکس عمل واداشته محتوای گزارششه، یعنی روی این تاکید کرد، گفت شما از اینکه من دادخواهی رو اووردم تو مسیر درستش نشوندم به این وحشت افتادید، و بعد مشخصا رژیم رو نشانه رفت. یعنی جاوید رحمان تو محور دوم انگشتش اساسا به سمت رژیم رفت، نه به سمت کسای دیگه، گفت این رژیم هست که من رو مورد حمله قرار میده. و سومین محورش هم بود که گفت ببین از تو شکایت میکنم، تو میبینی از این تو میبینی نیست، من وکیلم از تو شکایت میکنم، یعنی اگه جرأت دادید با من، یعنی اعلان جنگ کرد. دقیقاً بیانیه جاوید رحمان یه جورایی منو یاد آقای الیخو ویدال کوادراس انداخت. ویدال اومده بود صحبت میکرد، حمایت میکرد از مجاهدین شورای امام، برنامه خانم رجوی اومدن یه گوله زدن توی مغزش بخوره، نخورد تو مغزش، پایین تر خورد، زنده بود، درسته؟ ده. اومد گفت من مجاهدم، به رژیمم گفت. یعنی چی؟ یعنی که اعلان جنگ کرد. اینها همه نشان از نسل جدیدی یا نوع جدیدی از حمایت سیاسی از مقاومت ایران، از مردم ایران و از خونهایی که در راه آزادی ایران ریخته شده نشون داره. جاوید رحمان کم کسی نیست. وقتی جاوید رحمان اعلان جنگ میکنه، وقتی الیخو اعلان جنگ میکنه، یعنی اینکه ما با شاهد جنگنده ها و رزمنده های جدیدی هستیم در صحنه سیاست بین المللی که دیگه جنسشون مثلا جنس کلاسیک مجاهد خلق یا جنس کلاسیک هوادار مجاهدین یا عضو شورای ملی مقاومت نیست که 40 سال داره می جنگه. دیگه جاوید رحمانه یه آدمیه با ویژگی های کاملا متفاوت، با انگیزه های خودش اعلان جنگ میکنه. اینا فرازهای جدیدی از جبهه مقاومت مردم ایران هست که خودش تو اینطوری نشون میده و روز به روز هم داره بیشتر میشه. به جای اینکه آدما بترسن دستشون رو تو برن بگن ببخشید اشتباه کردیم، میان اعلان جنگ میدن. از این بابت من میخوام بگم که این همون چیزی بود که اول صحبتم میخواستم بگم، رژیم فهمید که اشتباه کرده، دیدین که بعدش هم خیلی دستا رو تو رفتن و بعدش در واقع کسی که اون موج اول خیلی سریع خوابید. دقیقا کسانی که از آقای جاوید رحمان هم حمایت کردن هم به نوعی همون استادگی رو داشتن و به قول شما اعلان جنگ کردن اونام به بله بله برشن. دقیقا اعلان جنگ، یعنی این یه جبهه شد. رژیم ببینید، رژیم از ابزارهای جدیدی استفاده کرد، اومد یه سری برید مزدور رو که خب به هر حال همه جا ازشون استفاده نمیکنه، یه جاهای مشخصی ازش استفاده میکنه. برید مزدورایی که او نامه علنی دادن رو معمولا تو صحنه سیاست نمیورد، اینجاها نمیورد، چون اینا خیلی رسوان، یعنی خیلی رژیم ناتوان شد که مجبور شد اینا رو هم بیاره تو این صحنه که خب براش قیمت داره دیگه، چون بعدن همه اینا به حساب عنوان مزدوران پیشانی سیاه یه بخشی از مردم میشناسن مردم، ولی حالا آوردشون توی جبهه جدید، توی میدون جدید، و این نشون میداد که رژیم لشکرکشی کرده بود. تا اینکه خلاصه اعلان جنگ آقای جاوید رحمان تعادل قوای میدان جنگ رو چرخوند. آقای حبیبی خیلی ممنونم که وقت باز کردید و توضیحاتی که متشکرم، خواهش مفید میکنم. دادید. امیدواریم که هرچه زودتر رژیم سرنگون بشه، فرصتی به وجود بیاد که در کشورمون به آبادانی بپردازیم و بسیار از مسائل دیگه هم حل بشه. شبتون بخیر و خیلی متشکرم. متشکرم از کوشش های شما و از فرصتی که به من دادید. خواهش میکنم. دست خونی یک جلاد و میلیسی، چه فرقی هست بین تو و رئیسی، یه فنت امام جمعه تو انگلیسی.
من پیر احمد آباد بود رفیق گرمابه کاشانی، بعدم تریبون رو داد به امام، شد سپس صدا سیمای ثانی. ویترین چندش اپیزمنت باز شوی راه دور اوینه، یادی کنیم از شاملوی بزرگ که گذاشت توی کاسش و گفتینه. حرام زاده ترین نوع سانسو تاریخن با ملاها مغناطیسی، وقتی دیکتاتور میخوره به پیسی تو فتوای سرکوبو مینویسی. مصدق مشاطگر چهره ابلیس، میخواد کفن کنه آزادی رو، هر چیزی میگه تا بگه خبری نیست. ولی کور خونده ما این طرف حسابش، حرفی که حق باشه بی حریفه، خشم مردم جون بلب آخر این بازی کثیفه. بی بی سی بی بی سی آیت الله بی بی